رفسنجانی و ادامه رو در روی با خامنه ای. نگرانی هایم باقی است. مخالفان دیروز مبارزه مصادر را گرفتند و در لباس دین در صدد ایجاد انحراف هستند. رفسنجانی علی‌رغم رد صلاحیت توسط شورای نگهبان در رویارویی با خامنه ای گفت نمی توانم اسرار مربوط به ثبت نامم را بازگو کنم. اگر بار دیگر به گذشته برگردم همین تصمیم را خواهم گرفت. متاسفانه کسانی که در مبارزات دوران انقلاب سهمی نداشتند و حتی برخی از آنها مبارزه را حرام می دانستند که اسامی آنها نیز در تاریخ انقلاب محفوظ و شاخصها، حرفها و مواضع آنها نیز مشخص است، امروز بعضی مصادر را در دست گرفتند. رفسنجانی گفت انقلابی نماها در لباس دین و با شعارهای انقلابی در صدد ایجاد انحراف در اهداف و آرمانهای امام هستند. یک رسانه حکومتی نوشت رفسنجانی در پاسخ به ابراز تأسف حاضران در مورد رد صلاحیت‌ها با اشاره به خیلی عظیم درخواست و تقاضاها از سوی قشرها و صنوف مختلف ظرف چند ماه گذشته از او برای حضور در انتخابات گفت از اقدام صحیح و صریحی که انجام دادم کاملا راضی و خداوند را شاکرم. وی با تأکید بر این که هر چند نگرانی هایم باقی است افزود همان زمان که اصرارها برای حضورم در انتخابات زیاد بود در پاسخ می گفتم تمام موانع و اسراری را که می دانم نمی توانم بازگو کنم، ولی به دلیل افزایش فشارها نخواستم فردی مستبد به رأی باشم و ثبت نام کردم. زمین چینی لاریجانی برای انتقام گیری از احمدی نژاد. گزارش مجلس رژیم در مورد هزینه های سفر احمدی نژاد به نیویورک در سال 91. مجلس رژیم در یک گزارش رسمی شکایتی از احمدی نژاد را به کمیسیون اصل 90 ارجاع داد که در آن آمده است در شهریور 1391 احمدی نژاد در سفرش به نیویورک 84 نفر را شامل فرزندان و خانواده افراد نزدیکش به همراه خود برده که علاوه بر هزینه بلیت هواپیما تنها هزینه یک شب هتل 4 ستاره هر کدام از آنها تا 1,750,000 تومان بوده است. در شکایت رسمی مجلس رژیم آمده است از 84 نفر مسافر نیویورک 27 نفر با گذرنامه سیاسی و 57 نفر با گذرنامه خدمت اعزام شدند. پسر، عروس و همسران احمدی نژاد و مشایی در این سفر بودند و در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز حاضر شدند. سفر افراد غیر مسئول در هیئت اعزامی ضرورت نداشته و حضور همسران و اعضای خانواده آنان نیز فاقد توجیه می باشد. حضور زنان مقامات همراه رئیس جمهور در حالی صورت گرفته است که طبق عرف بین المللی تنها همسران رئیس جمهور در چنین اجلاس هایی حضور می‌یابند. از میان همراهان احمدی نژاد اسامی این افراد دیده می شود. اعظم السادات فراهی همسر رئیس جمهور، طیبه ترکستانی همسر بقایی، شهربانو زبیحان لنگرودی همسر رحیم مشایی، قصری زرقامی ثابت همسر ثمره هاشمی، علیرضا احمدی نژاد فرزند رئیس جمهور، حسنا احمدی نژاد فرزند رئیس جمهور، رضا رحیم مشایی فرزند رحیم مشایی، امیررضا بقایی فرزند بقایی. احمدی نژاد و همراهان در سفر 3 روزه به نیویورک در 2 طبقه از هتلی در نیویورک مستقر شده بودند. هزینه هر شب اقامت هر اتاق 2 تخته از این هتل 4 ستاره در ماه سپتامبر 2012 از 400 تا 700 دلار اعلام شده بود.